به هر حال تا اونجایی که به ما مربوطه سعی خواهیم کرد که نهایت آرامش و تسلط بر اعصابمون رو حفظ بکنیم در مقابل برخوردهای هیستریک بیش از این به آتش اختلافات دامن نزنیم و سعی خواهیم کرد که روی اصولمون استوار بمونیم. چرا که قبلا هم اعلام کردیم ما دستن در کار تجربه کردن امر خطیری هستیم که خدا کنه نتیجهش مثبت باشه. بنابراین باز هم اجازه بدیم تکرار کنم، تهدید و شانتاژ تنها چیزی است که نبایستی بر اراده یک مجاهد خلق تأثیر داشته باشه، مگر اینکه مقام مسئول یا بانی پا پیش بگذاره و نظرش رو بده، که در اون صورت ما نه تنها اون رو خواهیم پذیرفت بلکه سعی خواهیم کرد باز هم هرچه بیشتر و بیشتر اعصاب خودمون رو کنترل بکنیم و مسئولیت های خودمون رو در قبال انقلاب انجام بدیم، ولو اینکه دیگران انجام ندهند. آخرین نکته که میخواستم بگم که ربط مستقیم پیدا میکنه به بحث های ایدئولوژیکمون اینه که یک جریان حق و بالنده از غذا دقیقاً از درون همین کشاکش ها